برنامه های ما بخش دوم برنامه من در مورد عصبیت واقعا وحشتناک رسانه سحیانیسی مناطور نسبت به خودمونه خیلی به اینا فشار اومده خیلی بهشون فشار اومده و حملات ای میکنن برخی زمانا کارمندان اصلی این رسانه یکی از این کارمندانشون آقای پوتکین آذرمر که برای امای سیکس هم کار میکنه مشخصا انگلیسیشون خیلی خوبه در انگلیس بزرگ شده و مسئول اول برنامه روبروه یعنی چهره هایی که در روبرو رو میارن و این فرد میاره خب دیدم که پس از مصاحبه با آقای نجا یه پستی گذاشته پست خیلی جالبه حالا در این مورد هم میخوایم صحبت کنیم یه پستی گذاشته امروز آقای پتکین آذرمر مدیر برنامه روبرو رو و یکی از کسانی است که مشاور اصلی رسانه صهیونیستی من و از عوامل امای سیکسه و از جنگ کلبان هم هست نوشته از آخرین هنرمن... هنرنمایی آقای ایدئولوگ ایران شهری اسلامی حالا جالبه انقدر صحبت ما بهشون فشار اومده ایران شهری به اسلامی چسون من که ببخشید موزم در مورد اسلام مشخصه و نوشته که ایدئولوگ ایران شهری اسلامی که چند تن از ساواکی های خنگ خنگ سابق ادبیات آقایون در یک رسانه فرهنگی رو داشته باشید که چند تن از ساواکی های خنگ سابق را مجذوب خودش کرده بود و البته تا چشت کورشه خیلی از این عزیزان ساواکی هنوز هم به من محبت دارند و نجاح محمد علی اسم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در زمان اوباما رو به یاد نداره آقای ایدئولوژی ایران شهری این سه اسم را پیشنهاد میکنه مایک پیمپرو جان بولتون کاندولیزا رایس خب بعد دو تا لبخندم گذاشتن بیایم داخل خب ببینید این نشان دهنده چیست اولا که بعد از یک دقیقه اینم اینم مثل اونایی که کلیپ جلی می‌زدن یه دو سه دقیقه بعدش دوباره یادم اومد گفتم اونم منی که دارم اینا خود آقای پودکین آذرمیر بعدی وقتا یه کت شلوار کراوات میپوشه خودش تو اون برنامه رو به رو میان نظر میده در یک دقیقه آقای پتکین آذرمر شما در اون رسانه صهیونیستی من و ده پر توپق میزنی تازه این همه آدم دارن کمکت میکنن و برنامه هایی که سه چهار تنه اجرا میشه بسیار راحت تره برای کسی که بخواد یه برنامه یک تنه رو اجرا کنه اونم برنامه یک تنه ای که حواسم باید به مسئله فنی اینجا باشه ده تا سیم اینجا الان هست که همین برنامه با کیفیت بیاد در فیسبوک حواسم باید به برنامه استدیو این برنامه فیسبوک باشه که دارم اجرا میکنم حواسم باید به کامنت ها باشه بعد وقتا کامنت ها هم یه نگاهی بکنم و, و و و و که نیازی نیست توضیح بدم چون خود برنامه سازی بهتر میدونی و بهبر همینم هم به فشار اومده توانایی منو دیدی چقدر بالاست یک تنه دارم کار یک رسانه منو تو رو میکنم و فیتیل پیچتون کردم این موفقیت منو نشستی یک برنامه دو ساعت برنامه های منو همه رو دو ساعت, دو ساعت نگاه میکنی چون بار میشه که از هر برنامه من یک سوتی کوچیک بگیری ببین من چقدر کارم درست بوده آقای پتکین میل شما با توجه به اینکه بعد برای امای 6 مزدوری تو بکنی بعد برای رسانه سهیونیسی مزدوری تو کنی بالاخره بعد مهمون دعوت کنی سر چلوغه دیگه آدم بیکاری که نیستی سر چلوغه مجبوری تمام برنامه اینترنتی منو رسد کنی دقیقه به دقیقه ولی من به ایرانم سوگن وقت ندارم برنامه های روبروی تو رو نگاه کنم برنامه هایی که تا تحلیل کردم و دوستامون نگاه میکنن به من میگن وقتم نمیرسه و انقدر سطح برنامه تون پایینه دیگه رقبت نمیکنم شما تو هر برنامه هزار تا سوتی داری اگر میخواستم برنامه بسازم هر برنامه رو من میتونم ثانیه به ثانیه تحلیل کنم من دیگه رقبت نمیکنم آقای پتکین آزرمه و کامنت هایی که جالبه حالا این پتکین آزرمه ما میگیم آقا رسانه صهیونیستی منو دو دنبال تجزیه ایرانه شما کافیست در فیسبوکش برید اینجا خودش نمیشه همبستگی با کورتا رفته در جمع تجزیه طلبان این آدم مثل قصابان میمونه مردک و اونجا حمایت میکنه برای همینه ببخشید عکسش رو نشون ندادم هنوز برای همینه این عکسشه خودش گذاشته تو فیسبوکش با تجزیه طلبان خب این آدم که قیافش بیشتر به شبیه اسخر قاتل میمونه و خیلی بیادبه خیلی بیادبه این آدم شما دارید تو این عکس میبینید که میگه همبستگی با کورت ها بلند شده نه به داعش همبستگی با کورت رفته در کنار تجزیه طلبان کرد و برای همین از دل ایشون مدیر این داستانه از دل چنین دیدگاهی دعوت شدن از آقای عثمان زرغندی بیرون میزنه دعوت شدن الان از یک از قاتل دیگری به نام هیمن سیگری بیرون میزنه یه دقیقه بیایم داخل من میگم از قاتل عزیزان فکر نکنن که من به خاطر قیافه های اینا دارم این کارو میکنم قیافش نه نه باورشون واقعا اینجوری هم. همین آقای پوتکین آزرمه یه آدم یه خیلی دعواییه یه واقعا یه عرازل اوباشه یعنی اصلا من اگه ببینه مثل یه آدم متمدن نمیاد با من صحبت کنه اول از همه چهار پنج تا فوش خار مادر به من میده مشت لگرش هم پرت میکنه اینا چیز ها. اینا درسته تو کشورهای به اصطلاح به قول خودشون تو کشورهای متمدن دارن زندگی من. ولی حسابی آدم های بدوی هستن آقای پتکی یا هیمین سیگیر اینا واقعا بدوی عشقشون همش کارهای خشونت آمیزه و این کارا رو کردن یعنی اطلاعاتی من از این آخه میدونی چیه من خیلی از اطلاعات هم رو نمیتونم بگم امروز مثلا با این دوست عزیزمون محسن که ادمینمون هم هست در فیسبوک روی تلگرام خیلی کمک میگه من یه فایل صوتی بهش دادم به خاطر اینکه میخواستم با کسی مصاحبه کنم خیلی چیز بود گفتم خصوصی این جای پخش نکن چون بعد طرف قبول نکرد که من صدا رو ضبط کردم قبول نکرد این صحبت پخش بشه و من چارچوب های اخلاقی رو رعایت میکنن فقط براش گذاشتم که گوش کنه گفتم این خوب قرار نیستش که پخش بشه که بدون اصلا چه ارتباطاتی وجود داره اینا ارتباطات من بسیار گسترده است ولی اگه یک سری چیزا رو بگم این میفهمه کدوم دوستش به من گفته یه سری چیزا رو نمیتونم مثلا یکی دو مورد که گفته بودم مثلا یه مورد گفتم این آقای عثمان زرقندی پول و میشموره خب دو سه نفر میدونستن دیگه به اونا شک کردن رفتن فشار آوردن اینا حالا بیچاره اسم آقای بنده خدا چون آقای نجاه و من علنی باش پابلیک دوستم اینا فکر کردن من انقدر احمقم صحبت آقای نجاح رو دارم میگم مثلا آقای نجاح به من گفته باشه انقدر احمقم نه از جای دیگه آمار دارم ارتباطاتم گستاده اینم میدونی برای چیه اتفاقا یکی از اینایی که خیلی معروفه از این کارشناس هست که پشت صحنه با من در تماسه به خدای ایران قسم میگو آقا جان تو کی هستی گفتم چطور گفتم من میرم من و تو توی پشت صحنه من و تو همش دارن در مورد تو صحبت میکنم میرم بی بی سی دارن در مورد تو صحبت میکنم دیدید دیگه همون برنامه این صحبت من کی گفتم که اینا هر دقیقه دارن پشت صحنه در مورد من صحبت میکنن دو سال پیش گفتم تو برنامه دیدید که این دفعه برنامه اخیر برنامه پرگار آقای مهدوی آزاد لو داد. جلوی دوربین گفت آقا ما داشتیم پشت در مورد یک شخصی صحبت میکنیم که نمیخوام نام بیارم در مورد من صحبت کرد علنا تو برنامه پردار من دنبال منم منم نیستم و میخوام بگم اینقدر موفقیت داشتیم جریان اصلی رسانه های جریان اصلی که میلیون ها یورو دارن پول بودجه میگیرن برای ارائه این برنامه ها همچون بی بی سی و منوتو افتادن درگیر شدن با منی که کل سیستمم هم همشون مثلا با بهتون بگم دو هزار یورو جمع شده کل سیستم برنامه سازی من در استدیوم با دو هزار یورو با دو هزار یورو رفتم به جنگ چندین میلیون یورو و, با و شکستشون دادیم چه عصبیه در در پستهای بعدی عصبیتشون رو شما میتونید کامل ببینید اجازه بدید پستهای بعدیشون رو من بیارم بخندید یکی از فعالان سیاسی که حالا رو من اینجا چیز کردم پوشوندم نمیخوام معرفی بشه یکی از این چیزها اومده گفته اندیشه ایران شریف برای حامیان حمله نظامی آمریکا طبیعتا مسخره است چون آقای پتکین آزرمر مدیر برنامه روبروی رسانه صهیونیستی یا مهد کودک صهیونیستی مناتو اینا دنبال جنگ نظامی هم دیگه دارن هر دقیقه تبلیغ میکنن بعد آقای پوتکین ببین چه جواب داده لوس کردن اندیشه ایران شری توسط یک الاغ ببخشید من این آقای چی به من گفته و حامیان الاغ ترش مخصوصا اونایی که به روحانی هم رأی میدن مسخره تر است بیایم داخل این ادبیات یک کسی است که ادعا میکنه یک رسانه جمعی داره که خب پربیننده ترین رسانه ایرانی هم هست مناتور دیگه آدم باید اعتراف کنه اینم به خاطر ابتزال جامعه ما هست که محد کودک من رو نگاه میکنه طبیعیه حالا برها توده مردم دلیل نداره که آمون داشت و این آدم انقدر از دست من عصبیه از واژه اولاق استفاده میکنه و حامیان منم اولاقتر میگه ولی من با سند به ثابت میکنم که اولاق خودشه نه که میخوام از عصبیت بگم با سند ثابت میکنم چرا؟ چون ادامه داده که هواداران اولاقترش که به روحانی رای میدن من دو اول من که کسی نیستم هوادار داشته باشم مثلا به همه تکم آقای پتکین ما رو اینقدر بالا میبرید که به ما میگید هوادار دارید من عزیزم در سطحی نیستم که حتی یک هوادار داشته باشم من یارانی که هستن کوچیکشون هستم همه هم از من باسه خیلی از مخاطبان ما واقعا از من باسه هوادتره. حالا توانایی شاید بیان ندارن یا حوصله ندارن یا هر خداوند هر کی رو برای یه کاری آفریده من آفریده شدم اینجا دمار از روزگار این رسانه های سحیانیسی در بیارم ولی ثابت میکنم با سنت به آقای پتکین آزرمه هم خودت اولاقی همون پدر و مادرت که تو رو به دنیا آوردن تربیت کرد حتی مادرت که انگلیسیه شما عموما نصفتون معلوم نیست بچه کدوم پدر مادر هستید و چه جوری پدراتون ازدواج کردن و چه جوری بوده یه شب پدر رفته اشغال کرده با یه خانومی حالا تو به دنیا آمده اینا عموما هم اینجوری ای چرا تو علاقی؟ به خاطر که من دو دسته مخاطب دارم نه هوادار یک بخشی یاران ما هستن در چارچوب هایی که باورهای دینیشون اینا مخالفت دارن با اسلام یک بخشی هم بچه هزباللویان و هر دو بخش شدیدن با حسن روحانی مشکل دارن یعنی صد درصد مخاطبان من ضد روحانی هم. من حتی یک هوا... که دستان ندارم یک مخاطب هوادار روحانی تالا نداشتم که بیاد کامنت بذاره من هوادار روحانی هم. یا اگرم هم باشه واقعا درصدی بخواییم بگیم 99 درصد یاران ما ضد روحانی و من خودم شدیدا ضد روحانی هم. و تو هنوز نفهمیدی هنوز انقدر بیشوری اولاقی واقعا به قول خوده یعنی چون گفتی اولاق دارم میگم در شهر من نیست بگم میخوام با سند ثابت کنم اولاقی حالا بغیر از اینکه هیکلتم به اولاق میخوره ما اگر بخوایم ما رو تشبیه کنیم به یک حیوان ما حالا میشیم شبیه حالا مثلا یه آهوی چیزی تا جونت هم در بیاد ولی تا هیکلت هم به اولاق میخوره یا به گاو میش میخوره یا هر چیزی مغزی هم همین از سیاهی پتکین از و از این که از من داری خشمی باش فقط خواهشا سکته نکن نمیر زنده باش موفقیت های ما هم ببین تا جونت در بیاد نه تنها موفقیت های ما در آینده به یاری اهورا ازا موفقیت های کشورمونه ببین موفقیت های ما رو تو منطقه ببین که اینجوری حرص در بیاد ما یک حوادر روحانی نداریم پس این هم با سنت که خودتی هرچی گفتی <تصفيق> آینه <تصفيق> حالا در ادامه اجازه بدید من پدر اینا رو در میارم و آها کیا لایک میکنن جالبه کسانی که لایکش میکنن یکی این فرده آقای فرشاد دوستی از تروریست های کردنما و رفته بالای سر قبره کی رفته این کیه قبر کیه بذارید بهتون نشون از زوم کنم قاسم تروریست خب کلاتو بذار بالاتر یعنی بخشی از کسانی که ایشونو لایک کردن کامنت گذاشتن اونجا به من فوش دادن پانکورت هستن این یکی دیگر دلایلی که آقا رسانه منو تو یک رسانه تجزیه طلبه در راستای تجزیه ایران داره گام برمیده چرا؟ آقا چرا این پانکورده منو لایک نمی کنم؟ چرا این پانکورده برای من نمیان کامنت خوب بزنن؟ و چرا من میهن پرستم؟ چرا من کارم درسته؟ برای اینکه مدیر سحیه منو من تو پست میذاره برنامه منو ریز نگاه کرده تا یه جای سوتی بگیره که سوتی هم ندادم نامیار من اولا به قول خودت ایدئولوگ ایران شهری هم. مفسر ببخشید چیز نیستم که ایدئولوگ آمریکا نیستم که تک به تک مقامات آمریکا رو بشناسم اینجا هم هوا گرمه دو تا من هشت تا پروژکتور جلوم روشنه یک تنه دارم برنامه اجرا میکنم کولر هم به خاطر اینکه صدا نره در میکروفون روشن نکردم طبیعیه با هزار تا مسئله که تنهایی دارم کار جلو میبرم اصلا نام نه نام داداشم هم یادم میره نام نام خودم هم یادم رفته چی میگی تو به خاطر اینکه آدم حجم میخوره فکریش که زیاد بشه ذهن در مقاطعی کند میشه و شما آقای پتکی ناظر یک دقیقه نمیتونی جای من بشینی برنامه اجرا کنی در این سطح با این هوشیاری که من دارم خب شما کیا لایکت میکنی این افتخار برای من یک مدیر سحیانیسی چون تو به من حمله میکنه پان میان لایک میکنن آقا این کار ما درسته اگر روزی پان از من دفاع کرد من باید برم ببینم کجا مادرم به من نون داده حالا هرون به عنوان اصطلاح دارم میگم حالا واژه اس استلاح... نون خلافی داده به قول معروف نون پلیدی داره حالا زرتشتیش میشه پلید ولی تا دلت بخور آقای پتکین آذرمه پدر مادرت که مشخص نیست که انقدر بهت نون هاروم یا نون پلید یا هر چی دادن که همه پانکردا سرازیر میشن لایکت میکنن یه بخش دیگه کسی که لایکش میکنن کیان اتفاقا همون اولاغایی هستن که به روحانی رأی دادن خودش گفت دیگه آقا کسی که به روحانی رأی اولاغه آه حرف آقای کیه پتکین آذرمه چون اینا جنگ طلب دیگه یکی از اینا یکی از این اصلاح طلب تقریبا حتی به نام نه درجه هفتم هشتمه به نام آقای محمد محبی از اوناییه که این حرام لغمه دارید میبینیدش از اون اصلاح طلبایی است که این حرام لغمه میگم حرام لغمه دلیلم دارم از اوناییست که شب تصویب برجام امزای برجام دفاع میکرد غیر کمر میومد به جوری که داشت همسر و زن و دختر و مادر خودش رو میفروخت وقتی شما مسئله هسته ای رو رفتی معامله کردی به عنوان یک اصلاح طلب ناموس تو دیگه و هنوزم دفاع میکنه از اون ناموس فروشایی که هنوزم دفاع میکنه خیلی جالبه اینم دیگه عکس دیگه آه. یکی دیگه خب بس یه بخشی هم همون که خب اول ابتداش نوشته آقا جان این که این داره به روحانی رای داد نه اینا اولاغ هن اولاغ او آقا جان الان که حوادر روحانی برای تو رای چیز داد کامنت داد اونجا هم کامنت نوشت و چه حرس اینا از من در میاد ببینید با چه عصبیتی اینا برای من یعنی کامنت رو بری بخونی اینا جلوی بی بی سی که میشینن کچلوار کراوات هم دیگه یا همین آقا برنامه میان توی من و تو بالاخره خوشتیپ اینا آقا ما من تو دیگه. عملا انقدر از دست من عصبیت این با چه واژگانی به من حمله میکنه واژه واقعا زشت و زننده اولاق اینو میاد به من حمله میکنه خب این فشار اومده های پتک نازمه آب یخ بخور ردبول بخور شید ما پدرتون رو در میاریم و اصلا هم میریم یه ردبولم روش تا تو هم در بیاد نوش جون ما کوفت شما بادا یا پتکین <تصطقی> آذر <از درمه> حریف ما نمیشید اینه این حقیقتتونه دیدم یکی دیگه هم که رفته کامنت گذاشته پیمان عارف مصدقی بود این مصدقی ها اول آخرشون هرون لقمن میبینید دیگه الان هم که آشورای 28 مردادشونه من سالهای پیش حسابی این مصدق رو فلماسنشونو... چیز کردم حالش رو جا بردم بهشون فشار اومده این رفته اونجا کامنت گذاشته من تا حال پیمانه نمیگیرم چون یک کار مثبت ازش دیدم این بود که این وقتی که اومد خارج من آدم ببین من وجدان دارم آی پیمان من آدم منصفیم هم. همون موقع هم که تو زندان می اومدی توی تخت من از طریق موبایل من با همسر صحبت کنیم یا دیگه من آدم صادقی هم. شما وقتی که اومدی خارج از کشور اول جوگیر شدی بری پان ترک بشی شروع هم کرد یواش یواش داشت از این پان گوش درازا میشد ولی رفته رفته یک مقدار یه وجدانی ما توش دیدیم خط خودش رو آروم آروم از این اپوزیسیون جدا کرد و اتفاقا الان دارم میبینم که یواش یواش بخشی از حرفای ما رو این آقای لیبرال داره میزنه به خاطر اینکه این اواخر آقای پیمان عارف یک بخشی از صحبتهای ما رو داری میکنی اینجا ازت میگذرم که کامنت گذاشتی کامنت رو فقط میذارم به حساب اینکه شخصا از من بدت میاد و البته بدت بیاد بعدتون بیاد جونتونم در بیاد ولی نمیرید فقط زنده باشین اینو تکرار میکنم چون من برای سلامتی و تندرستی دشمنانم خیلی نگرانم شما باید زنده باشید خب این حقیقت این داستانه پس ما برنامه هامون با کمک شما عزیزان که به اشتراک گذاشته شد بازدید الان خیلی بالایی داریم و هر روز داریم تاثیر تو جامعه میزنیم به قدری مجبور کرد یعنی ببینید من دیدم آقای پیمان عارف اونجا کامنت گذاشته در حقیقت داره میگه چاپلوسی کنه از این پتکین آذرمه که آقا منو توی مناتور را بده دیگه یا خیلی از اینا من نه چاپلوسی کردم تو سرتونم زدم نیازی هم نداشتم منو دعوت کنی آدمی که بر پایه حق هست حرفش همه جا میره امروز حرف من از, رسانه‌های رسانه های جمهوری اسلامی در بخش های مختلفی حرف از من تصویری هم نشون ندن حالا بله با اینکه بعد وقتا اینا بخشی از این بچه از یا اینقدر به من کمترین محبت دارن که صحبت های من کلیپ میکنن دست تک تک این بچه ها رو میبوسم دمتون گرم تا اونجایی که قلبتون برای ایران میزنه دمتون هم گرم و الان هم که عملا خدایش این بچه از تو ایران کشور نگردشن شماها آقای پوتکین و آزرمین رو ولتون کنیم که کشور رو از میبرید همین الان تا حامی حمله نظامی هستی و همین که شما شماها مجبوری تمام برنامه های منو ببینی های پتکی نازمه نه تنها شما کارمندان بی بی سی البته الان الان جدیدا میبینم دو از این کارمندان بی بی سی هم انقدر برنامه های ما رو دیدن یه وجدان دردی گرفتن جدیدا عجیبه واقعا الان حق چیزایی ندیده دو از این کارمندای بی بی سی جدیدا چرا حرفای درستی میزنن آیت الله بی بی سی و این بی بی سی که انقدر خیانت دو خب و... انسان موجود پیچیده است امکان داره شما تو همون از محت کودک من تو سه چهار تا از اینا میان اطلاعات به من میدم میگم بگم لو میره آخه قضیه در هر سازمانی شما یکی رو پیدا میکنی که وجدان داشته باشه در بدترین سازمان های دنیا آقا داعش که بالاتر نداریم تو همون داعش هم امکان داره شما یکی رو پیدا کنی که وجدان داشته باشه یه یک انسان یک لحظه است یک لحظه به خودش میاد در همون بی بی سی الان من دو تا کارمنداشون شروع کردن حرفای درست دارن میزنن جالبم هست به حق میگم چیزهای ندیده و نشنیده کارمند بی بی سی حرف درست حرفای متناقضی ولی دنیا عجیب دیگه یه زمان میبینی خانم نفیسه کو نیاز واقعا چقدر تحلیل های درستی داره از منطقه میکنه یا حتی همین سیاوش اردلانی که ما علیش برنامه ساختیم اونم ما رو مسخره کرد چون بین در برابر ما یا باید فحاشی کنن یا مسخره کنن دیگه حریف من که نمیشن تو چارچوب منطق ولی دیدم اونم جدیدن داره یه حرفای درستی میزنه جالبه واقعا آدم نمیمیره و چیزای جالبم میبینه به هر حال این موفقیت گسترده ای دیگه دارن برنامه های ما رو رسن این افتخار منه برنامه من شماها شما ها به عنوان رسانه های جریان اصلی دو ساعت مجبور میشی پای برنامه من بشینید تا بتونی یک کلمه ده ثانیه سوتی چیزی بگیری برحال دلتون به همین خوش باشه ما میدونیم دلمون کجا خوشه بگیاری ارمزا زنده باشید موفقیت های ما رو هم ببینید ما ح تا همین الانش پیروزی بزرگی نسبت به پتانسیلی که داشتیم نسبت به امکاناتی که داشتیم به دست آوردیم و به یاری تک تک بچه هایی که دل در ایران دارن درد وطن دارن همچون ما بسیار موفق تر از این میشیم و پرچم ایران بزرگ رو در منطقه خواهیم کبید در نهایت و خواب اینم ببینید که روزی شما بخواید ما اجازه بدیم شما این حکومت رو برانداز کنید ایران رو تیکه تیکه کنید با جمهوری اسلامی تا مغز و سخون از نظر فلسفی مخالفه. ولی چون شما ها میخواید ایران رو نابود کنید پشت این داستان وای میسیم جمهوری اسلامی رو از نظر ایدئولوژی اصلاحش میکنیم نمیگم درستش میکنیم هیچ وقت ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو صد درصد اون چیزی که دلمون میخواد بکنیم ولی اصلاحش میکنیم چهار پنج نسل دیگه بگذره یک حکومت ملی گام به گام گام به گام یک حکومت ملی همچون صفویه همچون ساسانیان همچون هخامنشیان امپراتوری ایران بزرگ را میندازیم تا جونتون هم در بیار برید نوکری کشورکی رو بکنید که هنوز توی گوگل با توجه به اینکه این همه پول داره نقطه چینه <تصفح> برید نوکری اسرائیل رو بکنید برید نوکری سرویس های جاسوسی انگلستان و امریکن رو بکنید ولی یادتون باشه حریف ما نمیشید آریایی جماعت ایرانی جماعت میدونه داره چی کار میکنه همین باید برای شما من یه دونه کافی هم. اینقدر فرزندان بزرگ این ایران داره در آینده میان در میدان پدرتون رو در خواهند آورد فعلا برای تمام شما ایران ستیزان همین یه دونه من کافیم. هم. همین یه دونه من که میام اینجا برنامه درست میکنم از مدل موم تا حتی خودکار بیکم تا مدل کراواتم چه میدونم رنگ کتم هیچ کدوم از اینا دیگه نمیگذرید انقدر دقتشون به من زیاده دونه دونه موهای منم میشمرن آ این فلانه این چیه این رنگ کراواتش انقدر بهشون فشار اومده تمام جزئیات منو با دقت نگاه کن یاران در اینستاگرام قطع میشیم دیگه داخل نمیام چند دقیقه با یاران فیسبوک میمونم و میبندم این برنامه رو جمعش میکنم قربونتون برم سپاسگزارتون